گرانترین خوشبو کننده که میتونید برای منزلتون تهیه کنید همین پودری که تو ویدیو بهتون نشون میدم. سلام ترفندونیا، به ترفندون خوش اومدید. توی این ویدیو 0 تا 100 تمام ترفندهی که راجع به جاروبرقیه رو بهتون آموزش دادم، مثل ترفندهی تمیز کردن جاروبرقی، تعمیر جاروبرقی و خوشبو کردن منزل توسط جاروبرقی رو بهتون یاد دادم. ویدیومون رو لایک کنید و تا آخر ویدیو رو با من همراه باشید. برای اجرای ترفند محفظه اصلی جاروبرقی رو باز کنید. همون قسمت خورتون که به کیسه جاروبرقی وصل میشه منظورمه. یه سری از جاروبرقی ها این قسمتشون ثابته. میتونید مستقیم داخل خود کیسه این ترفند رو اجرا کنید. داخل این محفظه چند تا چوب دارچین یا اینکه پودر دارچین بریزید. با این ترفند بهترین خوشبو کننده منزل رو تهیه کردید. هر سری که جاروبرقی میکشید خونتون بوی دارچین میگیره و خیلی خوشبو میشه. در ادامه ویدیو هم 5 تا ترفند دیگه برای خوشبو کردن منزل بهتون آموزش دادم. محلولی که حتما باید داخل جاروبرقیتون اسپری کنید. توی این ویدیو چند تا ترفند بسیار کاربردی راجع به جاروبرقی رو با هم بررسی میکنیم. حتما تا آخر ویدیو رو با من همراه باشید. در ترفند اول بهتون یه محلولی آموزش میدم که داخل لوله جاروبرقی یا محفظه جاروبرقی قراره بزنیدش. یه ظرف اسپری مناسب تهیه کنید و سرش یه دونه قیف بذارید. اولین ترکیبی که اضافه میکنیم جوش شیرینه. میدونید که جوش شیرین خاصیت لکه برداری جرم‌زدایی خیلی قوی داره، پس حتما باید تو ترکیبمون از این ماده استفاده کنیم. برای آزادسازی خاصیت جوش شیرین از آبلیمو استفاده میکنید. در این مرحله سعی کنید از سرکه یا چیز دیگه استفاده نکنید. برای خوشعطر شدن محلولمون هر اسانسی که طعم و عطرش رو دوست دارید به ترکیب اضافه کنید. من از اسانس هل استفاده کردم. 3-4 قطره بزنید کافیه. ما بقیه ترکیب رو آب ولرم بریزید. درب اسپری رو محکم بسته یه تکونش بدید تا مواد کاملا با هم ترکیب بشن. دوستان، این ترکیبی که آماده کردیم هم کثیفی های راه لوله جاروبرقی رو کاملا تمیز میکنه و همین که به خاطر اسانسی که داخلش زدیم بوی خوبی به بیرون میده. باعث میشه وقتی جاروبرقی میکشید هوای محیطتون بوی خوبی به خودش بگیره. اسپری رو داخل لوله جاروبرقی یا محفظه اصلی، داخل کیسه و یا حتی سر جاروبرقی هم میتونید اسپری کنید. جاهایی که کثیفه یا احتمال میدید که جرم داشته باشه با این ترکیب میتونید تمیزش کنید. بریم سراغ ترفند بعدی. اگه میدونستی با انداختن 4 تا گلوله پنبه داخل جاروبرقی چه اتفاقی میفته، عمرن این ترفند رو از دست میدادی. ویدیو چند تا ترفند فوق‌العاده عالی واسه این که همیشه خونتو خوشبو نگهداری رو بهت آموزش میدم. حتما تا آخر ویدیو رو با من همراه باش. اول از همه لوله‌ای که مستقیما به کیسه جاروبرقی وصله رو خارج میکنیم. 4 تا تیکه از پنبه رو تو دستمون گلوله میکنیم. به جای پنبه میتونید از پد آرایش پاک‌کن هم استفاده کنید. عطر یا اتکلن مورد علاقتون رو بیارید. میتونید از اسپری هم استفاده کنید. روی گلوله های پنبه از عطر یا اتکلن یا اسپری بزنید. سخاوتمند باشید و چند پاف بیشتر بهش بزنید. گلوله های پنبه آغشته به عطر یا اتکلن رو داخل کیسه جاروبرقی بندازید. یکی دو تا گلوله بندازید کافیه. راه حل دوم استفاده از وانیل هست. اگه میخواین از وانیل مایع استفاده کنید، همون وانیل مایع رو هم روی پد یا روی پنبه بریزید بعد داخل کیسه بندازید. ولی اگه از پودر وانیل استفاده میکنید مستقیما داخل کیسه بریزید. تو ترفند سوم میتونید از اسانس استفاده کنید. به این صورت که هر اسانسی که دوست دارید، حالا من از اسانس هل استفاده کردم چون اسانس هل بوی قوی تری داره، تهیه کنید. روی لوله جاروبرقی مستقیما از اسانس بزنید.
چون گرم هم میشه پخش بوی خیلی عالی داره و همیشه خونتون خوشبو میمونه. توی این ویدیو صرف تا صد پاکسازی جاروبرقی رو بهتون آموزش میدم. اگه این ترفندها رو روی جاروبرقیت انجام بدی تا چندین سال جاروبرقیت کاملا سالم میمونه و نیازی به تعمیر نداره. با اجرای این ترفندها عمر جاروبرقیتون افزایش پیدا میکنه. حتما تا آخر ویدیو رو با من همراه باشید. ابتدا دریچه بالایی جاروبرقیتون رو باز کنید. با استفاده از باد سرد سشوار رو دور تند همه گرد و خاکش رو پاکسازی کنید. با یه اسکاچ یا دستمال نرم گرد و خاکی که باقی موندن رو تمیز کنید. حالا محفظه اصلی جاروبرقیتون رو باز کنید. با احتیاط و به آرومی کیسه جاروبرقی رو خارج کنید. مراقب باشید که اطراف کثیف نشه. و به ترتیب فیلتر هوا رو هم خارج کنید و پاکسازی کنید. اگه کیسه جاروبرقیتون و فیلتر هوای جاروبرقیتون یک بار مصرف هستن، حتما هر ماه یک بار تعویضش کنید. دوباره برای پاکسازی گرد و خاک محفظه اصلی جاروبرقی از باد تند و سرد سشوار استفاده کنید. با یه دستمال یا اسکاچ نرم دوباره باقی مونده خاک ها رو تمیز کنید. فیلتر هوا رو سر جای خودش قرار بدید. کیسه جاروبرقی رو تمیز کرده، تخلیهش کرده و دوباره سر جای خودش بذارید. برای دیدن ترفندهای بیشتر کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم روشن کنید تا ویدیوهای بعدی براتون نمایش داده بشن. دوستان لطفاً با لایک و کامنتاتون از کانال ترفندون حمایت کنید و برامون کامنت بذارید که می‌خوایم ویدیوی بعدیمون آموزش ترفندی باشه. ممنونم.